سلام و درود به تمامی همراهان لذت داستان من شهرزاد هستم و اینجا هر شب براتون یه اوسنه میخونم امشب میخوام یه داستان جذاب رو براتون بخونم داستانی به اسم اسرار خونه داروغه نانجیب اگر شما هم میخواین این اسرار رو بدونید فراموش نکنید که همین اول ویدیو رو لایک کنید و اگر من رو سابسکرایب ندارید حتما همراهیم کنید تا هر شب شنونده یکی از زیباترین افسانه های ایران زمین باشی فراموش نکن که نظرت رو راجع به این داستان حتما برام کامنت کن. بریم تا با همین داستان جذاب رو بشنویم. یکی بود، یکی نبود. یه تاجری بود، یه زنی داشت. اینا سیزده به در عید بود، رفتن سیزده به در. برگشتن که می اومدن رو به خونه، هوا طوفانی شد. به اندازه ای که چشم چشم رو نمیدید. مادر بچهش رو گم کرد، زن شوهرش گم کرد، خواهر برادرش گم کرد. این مرد تاجرم زنشو گم کرد. وقتی مرد تاجر به خانه رسید، زنش هنوز نیامده بود. نوکرش را فرستاد دنبال زن. نوکر هر چه گشت زن را نیافت. اما چند بچه را که پدر و مادر خود را گم کرده بودند و گریه می کردند پیدا کرد. اونها را به خانه تاجر آورد. مرد تاجر گفت فردا بچه ها را به خانه هایشان می رسانیم. هرچه منتظر زن شدند پیدایش نشد. اما بشنوید از زن. وقتی شوهرش را گم کرد در بیابان نشست تا طوفان تمام شد بعد به شهر آمد راه خانه را گم کرد و گریان نالان در کوچه و بازار راه می رفت داروغه او را دید علت گریش را پرسید زن ماجرا را گفت داروغه گفت امشب بیا به خانه من تا فردا تو را به شوهرت برسانم از آنجایی که اسم داروغه بد در رفته بود زن می ترسید به خانه او برود. اصرار می کرد که همان شب پیش شوهرش برود. داروغه گفت من رحمم آمده که به تو می گویم به خانه ام بیایی وگرنه یعنی باید حبست کنم. زن ناچار قبول کرد. او شنیده بود که داروغه هر شب بیست فاحشه، بیست بچه و بیست کپ شراب به خانهش می برد. از این می ترسید که مبادا داروغه به او دست درازی کند. وقتی وارد خانه داروغه شد، اتاق بزرگی را دید که بیست زن در آن بودند. دور حیات هم صد تا اتاق کوچک دید. نیمه های شب داروغه به خانه آمد. گفت شام بدهید. به همه شام دادند. بعد دستور داد کپهای شراب را بیاورند و در چاه حیات بریزند. بعد هر کدام از زنها را در اتاقی کرد. کلفت خود را صدا زد و به او گفت که پیش زن تاجر بخوابه تا او نترسد. داروغ شامش را خورد و از خانه بیرون رفت. زن تاجر از کلفت داروغ پرسجو کرد. کلفت گفت این اخلاق داروغ است. هر شب بیست تا فاحشه 20 تا بچه و 20 تا کپ شراب به خانه می آورد. شراب ها را در چاه می ریزد. زن ها و بچه ها را هم صبح بیرون می کند. به آنها پول هم می دهد. هر شب کارش این است. نه به زن ها نگاه می کند و نه به بچه ها. صبح داروغه آمد و در اتاق ها را باز کرد. صبحانه بچه ها و زن ها را داد و گفت بروید. بعد آمد سراغ زن تاجر او را برد به خانه شوهرش بعد هم رفت دنبال کارش مرد تاجر که فهمید زن دیشب خانه داروغه بوده است به او گفت زنی که شب خانه داروغه بخوابد به درد من نمیخورد او را برد و طلاق داد زن گریه و زاری می کرد و در بازار راه می رفت که داروغه او را دید و شناخت. زن ماجرا را برای او تعریف کرد. داروغه گفت تو برو به خانه یکی از آشنایانت تا من کاری کنم که مرد خودش بیاید دنبالت. زن رفت خانه ی همسایش که با او دوست بود. از آن طرف داروغه رفت و زنی را پیدا کرد. به او پولی داد تا به حجره مرد تاجر برود و با او شوخی کند هر وقت تاجر هم با او شوخی کرد داد و بیداد کند و فریاد بزند زن چنان کرد وقتی فریاد زن بلند شد داروغه خود را به آنجا رساند و مرد تاجر را به حبس برد اتاق محبس در خانه داروغه بود حاجی اصر که شد دید آمدن فاحشه ها شروع شد. بعد بچه ها آمدند. پشت سرشان هم کوبهای شراب را آوردند. همه یان چیزهایی را که زن تاجر دیده بود، تاجر هم دید. سه شب حاجی در محبس بود و هر سه شب دید شراب ها به چاه ریخته شد و کسی هم دست به زنها و بچه ها نزد. روز چهارم داروغه آمد تا حاجی را آزاد کند. تاجر گفت تا من علت این کارهای تو را نفهمم از اینجا نمی روم. داروغه گفت من این کارها را می کنم تا بیست رخت خواب زنها کمتر شود. بیست عمل لبات کمتر شود. بیست کپ شراب کمتر خورده شود. من همیشه کارم این است. با اینکه میدانم اسمم در میان مردم بد در رفته است. مرد تاجر آمد به منزل از طلاق دادن زن خود پشیمان شده بود فهمید که اسم داروغه بی جهت بد در رفته است گشت و زن خود را پیدا کرد و بار دیگر او را به عقد خود درآورد. داستان بعدی که میخوام براتون بخونم از روایت های سحر و جادو هست روزی روزگاری جایی نزدیکتر از نزدیک و دورتر از دور مردی زندگی می کرد. این مرد از یک جنگ بزرگ آمده بود و وقتی که به خانه برگشته بود پول و پله یا زمینی نداشت زندگی به مرادش نمی چرخید. بنابراین بعد از فکر کردنهای بسیار بالاخره رفت پیش پادشاه. قصر زیبای پادشاه در انتهای شهر قرار داشت جلوی در نگهبانی ایستاده بود و سرباز به او گفت که میخواهد پادشاه را ببیند نگهبان جواب داد همینجا منتظر باش تا من ورودت را اعلام کنم آنگاه رفت و به پادشاه گزارش داد که یک سربازی که از جنگ برگشته میخواهد او را ببیند پادشاه گفت بگذار بیاید تو سرباز معدبانه در زد و وقتی شنید که پادشاه میگوید بفرمایید تو وارد شد. سرباز به پادشاه ادای احترام کرد. آنگاه به او گفت که برای چه منظوری آمده. من یک سرباز از جنگ برگشتم. سرورم. آمدم تا در دربار شما کار کنم. پادشاه بعد از قدری تعمل گفت من یک کالاسکران لازم دارم اما اول باید به من ثابت کنی که می توانی به خوبی کالاسکه برانی. سرباز گفت ثابت می کنم. به دین ترتیب پادشاه سرباز را به استبل برد. دو اسب ضعیف و مردنی کنار آخر ایستاده بودند. آنها به قدری لاغر و ضعیف بودند که پاهایشان به سختی می توانست وزنشان را تحمل کند. پادشاه گفت خب پسرم این اسب ها را یراق کن و درشکه را به جنگل ببر اگر بتوانی با این اسب ها یک بار از جنگل چوب بیاوری باور می کنم که می توانی کالاسکه برانی و تو را کالاسکه خودم می کنم سرباز دو اسب را یراق کرد خودش در اتاقک درشکه نشست آنگاه سوار بر درشکه از دروازه های قصر خارج شد. اسب های بیچاره به آرامی پیش می رفتند. اما پاهای لاغرشان دائما به هم دیگر می خورد. سرباز فهمید که آنها حتی وزن خودشان را هم نمی توانند تحمل کنند. بنابراین پایین آمد. آنها را پای پیاده همراهی کرد. سرباز دم غروب به جنگل رسید. چوب بر را یافت و او الوارها را به سرباز نشان داد. سرباز درشکه را بار زد و آماده برگشت شد. از پا را به پیش راند اما فایده نداشت. از پای بیچاره تمام سعی خود را کردند اما درشکه از جایش تکان نخورد. بدین ترتیب سرباز دست به کار شد درشگر از پشت هل داد و آن را آرام آرام به پیش راند. او مرد قدرتمندی بود ولی با وجود این به زودی خی شد. وقتی به جاده اصلی رسیدند نشست تا استراحت کند و به اسبها نیز استراحتی بدهد. همین که نفس نفس زنان آنجا نشست پیر مردی را دید که به او نزدیک می شود. پیر مرد گفت روز به خیر. سرباز معدبانه پاسخ داد روز به خیر آقا پیرمرد گفت من خیلی خستم به زحمت میتونم راه برم اجازه بده سوار درشکت بشم سرباز فکر کرد که درشکه و چوب ها همین حالا هم برای اسب ها خیلی سنگین هستند اما از طرفی دلش هم برای پیرمرد سوخت پیرمرد آنقدر ضعیف و فرتوت بود که نمیشد او را کنار جاده به حال خود رها کرد. سرباز گفت: سوار شو آقا. پیرمرد در اتاقک درشک جای گرفت. آنگاه به سرباز گفت: بیا پسرم، بنشین کنار من تا راه بیفتیم. سرباز جواب داد: حتما میتونیم راه بیفتیم. ولی من کنار شما نمی نشینم. چون اسب ها ضعیفند و من باید درشکه را حل بدهم. بیا نترس، نیازی به حل دادن درشکه نیست. من آن را میرانم و به زودی خواهی دید که با چه سرعتی به دهکده میرسیم. می سربا سرش را تکان داد. بسیار خوب آقا، اگر فکر می کنید که بهتر از من می دانید، مسئله نیست، امتحان می این را گفت و در اتاقک درشکه جای گرفت. پیرمرد افسار اسب ها را به دست گرفت به آرامی با آنها گفت همیشه همین باش اسب به محض شنیدن این کلمات سرشان را دا تکان دادند با چنان سرعت برقاسایی به راه افتادند که تنها از اسب های جادویی برمی آمد سرباز مات و متحیر مانده بود چرا که نزدیک بود از روی درشکه بیفتد وقتی به هاشیه دهکده رسیدند هنوز مات و مبهوت بود. پیر مرد از را متوقف کرد و گفت خب رسیدیم پسرم. تو در حق من محبت کردی. من به عنوان پاداش دانشم را به تو می دهم. اگر نصیحت مرا آویزه گوش کنی بهترین کلاسکران تمام دنیا می شوی. از پایت هر چقدر هم که ضعیف و لاغر بودند حتی اگر مرده بودند کافیست بگویی همیشه همین باش و آنها مثل باد به حرکت در می آیند. وقتی خواستی توقف کنند فقط بگو همانطور که بودی سرباز می خواست از پیرمرد تشکر کند اما کسی نبود که از او تشکر کند کسی کنار او نبود و او کسی را نمیدید. پیرمرد ناپدید شده بود. آن وقت سرباز تصمیم گرفت دانش نویافته خود را امتحان کند. افسار اسبها را به دست گرفت و گفت همیشه همین باش. بلا فاصله درشک مثل برق و باد به حرکت درآمد. پادشاه کنار یکی از پنجره های قصر ایستاده بود. تا بازگشت سرباز را با چوب ها ببیند. وقتی دید که اسب های مردنی چهار نل میتازند از تعجب خوشگش زد. لحظاتی بعد درشکه وارد حیات قصد شد. سرباز گفت همانطور که بودی و اسب ها ایستادند. پادشاه با تحسین فراوان گفت خب پسرم تو به راستی یک کالاسکران مادرزاد هستی. سالهای زیادی از خدا عمر گرفتم اما هرگز چنین چیزی ندیده بودم باید به وعدم عمل کنم من تو را به مقام کالاسگران خودم منصوب می کنم لازم نیست با درشک کود حمل کنی یا از را تیمار کنی فقط باید کالاسکه برانی زندگی خوبی خواهی داشت که شایسته یا نیز هستی صبح روز بعد سرباز کالاسکه را به مقابل در قصر بود. درهای بزرگ باز شدند. پادشاه و ملکه و پشت سرشان سه شاهزاده خانوم یکی خوشگلتر از دیگری پدیدار شد. چشمهای سرباز فوراً به جوانترین شاهزاده افتاد. پیش خودش تصمیم گرفت که یا باید با این دختر ازدواج کند یا هرگز ازدواج نکند. خانواده سلطنتی در کالاسک جای گرفتند و سرباز افسار اسب را کشید. او ابتدا اجازه داد تا اسبها ها یورتمه بروند و وقتی از دهکده خارج شدند در گوششان زمزمه کرد همیشه همین باش. اسب از, از جا پریدند کالاسک مثل برق و باد در جاده به حرکت درآمد. شاهزاده خانم هست از خوشحالی جیغ میکشیدند. باد در موهایشان می افتاد و صورتشان گل انداخته بود. سرباز کالاسکه را به حیات قصر بازگرداند و زمزم کنان گفت همانطور که بودی. کالاسکه بلا فاصله ایستاد. سرباز تحسین زیادی را در دل پادشاه برانگیخته بود. در واقع او از اول دنیا چون این رانی ندیده بود. پادشاه او را به نهار و سپس به شام دعوت کرد. سرباز تا می توانست خورد و نوشید و آنگاه مثل شاهزاده ها با غرور در قصر پرسه زد. اما به رغم تمام این افتخارات وقتی تنها می شد غم و اندوه می شد. سرباز خوب می دانست که خاستگاری از جوانترین شاهزاده خانوم فایده ای ندارد. چرا که پادشاه هرگز با آن موافقت نمی کند. هیچ کلاسگرانی نمی تواند با یک شاهزاده خانم ازدواج کند. زمانی غم و اندوهش به اوج رسید که خواستگاران از راه رسیدند. هر کدام از شاهزاده خانم دامادی برای خود انتخاب کرد و نیمی از کشور برای جشن نامزدی دعوت شدند. سرباز در آن جشن به عنوان خدمتکار حضور داشت و با اندوه بسیار در تالارهای قصر این طرف و آن طرف میرفت. در همین موقع جوانترین شاهزاده خانم را دید که به اتفاق نامزدش سرگرم غذا خوردن است. یواشکی به پشت آنها رفت و زمزمه کرد همیشه همین باش. در همین لحظه شاهزاده خانم و نامزدش با چنان سرعتی مشغول خوردن شدند که بغل دستی هایشان با ناباوری به آنها نگاه می کردند. خدمتکارها ظرف های غذا را پشت سر هم می آوردند. آنها همچنان به خوردن ادامه دادند تا آنکه آشکارا چاقتر و چاقتر شدند. و دیگر به سختی می توانستند در سندلی هایشان تکان بخورند. ملکه که تصادفا از آنجا رد می شد، با دیدن آنها از کوره در رفت و سردنش کنان گفت از خودتان خجالت نمی کشید که اینطوری غذا می خورید؟ ادب ندارید؟ شما گداهای گرسنه هستید یا اعضای خانواده شاه؟ فوراً تمامش کنید و الا پشیمان می شوید. همینطور جویده جویده حرف میزد که سرباز خم شد و در گوشش زمزمه کرد همیشه همین باش در این لحظه کلمات از دهان ملکه به معنی واقعی کلمه شروع به فوران کردند در تمام قصر چیزی جز صدای او شنیده نمیشد پادشاه ملکه را در آن حالت دید آمد او را آرام کند اما همین که آمد حرف بزند کش گرفت سرباز گفت همیشه همین باش پادشاه با چنان سرعتی به سکسکه کردن ادامه داد که هر کلمه را به دو قسمت تقسیم می کرد پادشاه به وحشت افتاد فریاد زد من مریضم دکتر خبر کنین، و الله می میرم دکتر رسید و تا آمد پادشاه را معاینه کند عدسه کرد. سرباز گفت همیشه همین باش. دکتر بیچاره شروع کرد به پشت سر هم عدسه کردند. اما پادشاه شنید که سرباز چه گفت و فهمید که او باعث تمام این مشکلات هست. بنابراین خطاب به فرمانده لشکر گفت فرمانده کالاسکران <تص> بکش <applause> والا میمیرم فرمانده شمشیرش را کشید اما سرباز بی خودی سرباز نشده بود و با یک ضربه شمشیر را از دست فرمانده انداخت وقتی فرمانده خم شد آن را بردارد سرباز فریاد بلندی کشید همیشه همین باش فرمانده همانطور خمیده ماند ملکه تند و تند حرف میزد پادشاه سکسکه می کرد دکتر عطسه می کرد شاهزاده خانم و نامزدش هم غذا می خوردند پادشاه فهمید که زور فایده ای ندارد شروع کرد به التماس کردن سرباز به ما رحم کن ما را مداوا کن نیمی از سرزمینم مال تو سرباز گفت نصف سرزمین شما را نمیخواهم آقا است جوان ترین دخترتان را به من بدهید پادشاه رو به دخترش کرد و گفت آیا تو با سرباز ازدواج می کنی دخترم؟ شاهزاده خانم بین دو لغمه جواب داد البته فقط اگر بتوانم از خوردن دست بکشم پادشاه رو به داماد کرد و گفت و تو آیا دخترم را رها می کنی؟ البته فقط اگر بتوانم از خوردن دست بکشم سرباز دستش را دراز کرد پادشاه آن را گرفت و به محض اینکه آنها توافق کردند و دست دادند سرباز به پادشاه گفت همانطور که بودی بیدرنگ سکسکه پادشاه قطع شد آنگاه سرباز جادوی تک تک آنها را باطل کرد. ملکه از تند و تند حرف زدن. دکتر از عطسه کردن. فرمانده از خمیده ماندن. و جوانترین شاهزاده و نامزد سابقش از خوردن دست کشیدند. و سرباز با جوانترین شاهزاده خانم ازدواج کرد. سرباز از او پرسید آیا خوشبخت هستی؟ جوانترین شاهزاده خانم جواب داد خیلی خوشبخت در همین لحظه سرباز فقط گفت همیشه همین باش و چون از آن پس دیگر هرگز نگفت همانطور که بودی آن دو به خوبی و خوشی زندگی کردند عزیزان لذت داستان امیدوارم از شنیدن این افسانه ها لذت برده باشید روز روزگار بر شما خوش